دکابر سال 2021 وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهر الدین در دایره سفر کاری خود به ازبکستان جهت اشتراک در کنفرانس دوم وزیران ایتالیا اوسو مرکزی که در قبول 5+1 در تاشکند امرو با سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده در مراسم افتتاح کارهای ساختمانی در مجمع بنای سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان اشتراک نموده برای آغاز ساختمان انشاءات مذکور سنگ اساس گذاشت. بنا به اطلاعیه رسمی نشر شده در سامانه وزارت خارجه تاجیکستان مجمعی بنای نو سفارت تاجیکستان در تاشکند در اساس سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان آید به متقابلا جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بناهای نمایندگی های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان در مرکز شهر تاشکند در مساحت 1.40 هکتار بنیاد می‌گردد. این سازشنامه سال 2018 امضا شده بود. طبق لایحه مجمعی بنای سفارت از قرارگاه رهبری نمایندگی، بنای کنسولی، خانه‌های استقامتی برای کارمندان، تالار ضیافت و مجلسگاه، گذرگاه‌های نظارتی، توقفگاه و میدانچه ورزشی عبارت است. بنای نو سفارت تاجیکستان در تاشکند در محله سبزار بنیاد می شود. در این محله 79 خانه را خراب کردند تا که برای بنیاد بناهای سفارت خانه های تاجیکستان و هندوستان و خطای جای جدا کنند. تاجیکستان و ازبکستان در دوران پریزیدنتی اسلام کریموف بیش از 2 ساله روابط تنش آلوده مانند به جنگ سرد را پشت سر کردند. روابط تاشکند و دوشنبه از سال 2016 در پی درگذشت کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیایف که اصل اجدادش از دهه یختر نویه دوشتیچ است رو به گرمی آورد.